تسلیت و بزرگ داشت برادرم منصور تشکر میکنم. سپاسگزاری میکنم از دوستان ارجمندم مجید آژن، امیر معیری، مسئول فروزش، رضا دیرآبایی، همینطور حسن حسام که نتونست اینجا شرکت کنه، که در همون روزهای اولی که این اتفاق رخ داد به خانم آمدن و ضمن تسلیت فکر و اجرای این برنامه رو به عهده گرفتن و با صمیمیت وقت گذاشتن با این کار انجام دادن. از خانم بانو کیانی که کمک کرد که این مکان رو در اختیار داشته باشیم و همینجور از آذر عزیز علی بابت کمک هاشون بسیار تشکر میکنم. این همدلی شعله زندگی را فروزان میکنه. این شعله فروزان باشه. بعد از گذشت 3 ماه از مرگ خودخواسته منصور هنوز برای من خیلی دشواره که صحبت کنم، ولی ناچارم. 2 قسمت کردم صحبت‌های خودم رو. یک بخشش رو عنوان یک برادری که به برادر بزرگتر از خودش نگاه میکنه، برادر بزرگی که معلم و راهنماش بوده، سعی میکنم خاطراتی از اون رو بیان کنم، زندگی اون رو ملموس‌تر کنم و بگم. و در بخش دیگه به شعر و کارهای فرهنگی منصور اشاره میکنم. زندگی سیاسی منصور پهنای بسیار گسترده‌ای داره و به نظر من باید برای اون یک برنامه دیگه ای گذاشته میشه. به دوستانی که بسیارشون اینجا هستن و در دوره‌های مختلفی با منصور بودن میدونن که صحبت از زندگی سیاسی و مبارزاتی منصور عرصه گسترده ایست که شاید دو نسل رو در بر بگیره. کارهاش، تجربه‌هاش، حساش و انجام و نوشته‌ها و راه‌هایی رو که در نبرد. در اینجا با همین وقتی که داشتیم بسیاری از دوستان و یارانی که نزدیک به منصور بودن سر کردن و همین نوشته هاشون که خواهند گفت شمعی از این خاطرات رو بیان کنند. از دوستانی که از راه دور آمدن، از پاریس، از آلمان، صمیمانه تشکر میکنم. منصور برادر و راهنمای من. منصور از همون دوران کودکی و نوجوانی شیفته و عاشق خوندن کتاب و مجله بود. به نقل از مادر و پدرم گاهی میشد که برای چند ساعتی در روز او را گم میکردند و بعد متوجه میشدند که خودش را بالای کمدی که رخت خوابهای تاشده را بر آن گذاشتند قایم کرده به کتابهای عموی مندا که دزدکی از سر تاختشون برداشته بود میخواند. یادم هست وقتی من 8 ساله بودم و او 12 ساله مجله های هفتگی کاویان و امید ایران را هر هفته می خرید. در همان وقت ها 2 نفر از بچه های محل را هم تشویق کرده بود هفته نامه های سفید و سیاه و تهران مصور یا ترقی را بخرند. این مجله ها را بعد از خوندن با هم معاوضه می کردند. گاهی وظیفه این دست به دست گردان یا گردوندن مجله ها به دوش من می افتاد. وقتی در مدرسه های آبادان برای نخستین بار برای تشویق دانش آموزان به مطالعه کتاب کتابخانه را افتاد که بیشتر اون هم از کتاب های اهدایی خانواده ها بود، منصور من را راهنمایی می کرد چه کتاب هایی را برای خوندن قرض بگیرم. کتاب های جک لندن به ترجمه فرامرز برزگر ویکتور هوگو رود بلگردش را که از کتاب های انتخابی اون بود بیاد. در واقع اون بود که شوق کتابخوانی را در من زنده کرد. منصور از این جهت معلم و راهنمای من در ادبیات. نوجوانی و جوانی منصور در دوره‌ای از تاریخ ما گذشت که سرشار از فلاطم‌های سیاسی بود. دوره پیش از کودتای 28 مرداد سال 1302 به بعد از آن. طبیعی بود که این فضای داغ
از مبارزه های سیاسی و اجتماعی روی وجود او که تشنه دانستن بود تأثیر سنگینی بگذارد. من خودم شاهد بودم که بعد از کودتا منصور روزی از جوف صندوقچه حلبی و زنگ زده ورقه کهرب و زردنگ روزنامه ای را در آورد و از روی اون شعری خوند، شعری که از همون وقت تا حالا در حافظه من حک شده است و هنوز نمیدانم شاعر اون کیست. چه آسان است بی شرف شدن و چه درخشان است تا به آخر با شرف موندن. این تکه شعر را منصور برادرم ناصر بارها با هم میخوند. منصور در همون نوجوانی با شعرهای نیما و کارهای صادق هدایت آشنا بود. به سبک و سیاق شعری نیما در همون آغاز شعر نویسیش شعرهایی نوشت که بیشتر اونها را به دوستان کارگر برادرم ناصر تقدیم کرد. منصور در همون نوجوانی به قواعد کلاسیک شعر فارسی مسلط بود. رباعی و غزل می‌نوشت. به یاد دارم یکی از رباعی‌هایش را در سالهای 35 یا 36 برای چاپ برای مجله امید ایران که اون وقتا سردبیر و محمد عاصمی بود فرستاد که اون را در صفحه شعر خوانندگان چاپ کردند. عاصمی در توضیحی که بالای این شعر نوشته بود شاعر جوان را به دلیل انتخاب مضمونی سیاسی در شعر هشدار داده بود، به پدرانه یا برادرانه نصیحت کرده بود که بهتر است به موضوعهای دیگر بپردازند. منصورم اونطور که همگان می‌دانند در سال 1345 نشریه ادبی هنر و ادبیات جنوب را راه انداخت، نشریه‌ای که در شکل‌گیری و به هستی در آمدن موج تازه‌ای از نویسنده و شاعر در آن خطه تأثیر فراوانی داشت. از روزهای انتشار این نشریه خاطره‌ای دارم که شاید برای برخی جالب باشد. اکبر میرجانی یکی از نویسندگان و همکاران این نشریه عادت داشت نقدها و کارهای خود را با اسم مستعار الف بهرنگ در نشریه چاپ کند. پس از چاپ شدن یکی دو اثر از او روزی نامه‌ای از صمد بهرنگی به دست منصور رسید که دوستانه اعتراض کرده بود مگر اسم قطع است که فلانی اسم واقعی او را اسم مستعار خود کرده است. منصور از 10 سالگی تا روز مرگش کار کرده بود. دوره ابتدایی تحصیلش را در کلاس‌های شبانه تمام کرد. او در تمام دوره تحصیل در دبیرستان چون نمی‌خواست باری روی دوش خانواده بگذارد هیچ وقت کتاب‌های دستش را نخواند. سر کلاس با دقت به حرف‌های دبیرانش گوش می‌داد، به یادداشت برمی‌داشت. بعد آنها را در دفتری تمیز پاک‌نویس می‌کرد. جزوه‌های درسی ریاضیات، فیزیک و شیمی او بین همکلاسی‌هایش علاقمندان زیادی داشت. او هنگام تحصیل با استفاده از همون جزوه‌ها شاگرد می‌گرفت و با دریافت مبلغ ناچیزی که خرج لباس و رفت و آمدهایش می‌شد با آنون درس می‌داد. بعد از آزادی آن از زندان در سال 48 منصور با اینکه یار و همراه بسیاری از نویسندگان و شاعران در فعالیت‌های ادبیشون بود دیگر علاقه چندانی به چاپ آثارش در نشریه‌های ادبی نشان نمی‌داد. شاید کمتر کسی بداند که منصور به دلیل موقعیت شغلیش در بانک تهران در بنیادگذاری انتشارات آرش در تهران در سال 50 یا 51 به مدیریت هرمز ریاحی همراه دوستی دیگر که نامش را از یاد بردم سهم عمده‌ای داشت. از همین نوع کمک‌ها به سید سلطان‌پور نیز دریغ نکرد. وقتی سعید در کار اجرای نمایش چهره‌های سیمون باشار در سالن تئاتر دانشگاه تهران بود. منصور در سال 1350 در همون بانکی که کار میکرد به تهران منتقل شد. به دلیل محبوبیت فراوانش بین کارمندان بانک تهران به فکر تشکیل اتحادیه یا سندیکای کارمندان بانک تهران افتاد و موفق ایجاد شد. نهادی که سبب شد بسیاری از کارمندان بانک از طریق فعالیت‌های اون و ادبیات و سیاست علاقه‌مند شدند. در پیوند با فعالیت‌های همین سندیکا یک نشریه داخلی هم منتشر کرد که بیشتر مقاله‌های اون را خودش می‌نوشت. در همان نوشته‌ها گریزی هم به ادبیات